اسماعیل یک پاسدار جوان بود. این یعنی سردار یا فرمانده نبود و یا افسری با درجه بالای نظامی. یک جوان که شاید به چشم خیلی ها نمی آمد. از اوزه کار نظامی خودش برای من چیزی نمی گفت. همینقدر می دونستم که عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. اسماعیل می گفتم تو درس بخون. من دوستم تو حتی مثلا دکترا با یا مهندس با یا گفتم مامان من دوستم که پاسدار بم. دین فی سبیل الله. من دوستم پاسدار بم. گفتم خود دوست نه خود بانی خود تو تازه دیپلم بایدی گو. باید تو اونوار رو کارنار من پاسدار به امش درز ادامه دیم دیگه پاسدار به یه الحمدلله برده دانشگاه شرکت درده لیسانس بایدو فوق لیسانس بایدو اونقدی که به آقا علاقه داشت چون من چند وقت پیش یه نوشته ازش پیدا کردم لای یکی از کتابا سنشم خیلی کم بود داخل اون برگه تا سنشم نوشته بود و من علاقه خیلی شدیدی با آقا دارم و به خاطر آقا دوست دارم برم تو سپاه خدمت کنم. شباهت شهدا به هم کم نیست. آنها حتی به خیلی ها که ظاهراً هنوز هم زنده اند شبیهند. اما چیزی که یک انسان را شهید می کند قول و قراری است که اول با خودش و بعد با آسمان دارد. درست مثل اسماعیل، مثل نامگذاری دخترش. خیلی ارادت خاصی به امام زمان داشت. حتی اسم نرگسم به این خاطر نرگس گرفت که اسم مادر امام زمان هستش. یکی از عادتهای روزمرگی همیشگیش این بود که شبا قبل از این که بخواد بخوابه زیارت عاشورا و دو رکعت نمازم واسه سلامتی آقا امام زمان میخون. یعنی شبی نبود که بخواد این زیارت عاشورا و این نماز ترک بشه. در هر صورت باید هم زیارت عاشوراشو میخون هم نماز برای سلامتی آقای امام زمانو میخون. سوریه که این گونه شد خیلی ها را برای دفاع از حرم غیرتی کرد اما برای همه امکان نداشت که بروند. اسماعیل اما بالاخره رفت و البته فقط یک بار توانست اعزام شود. زمانی که بحبوح جنگ بود برای دفاع از حرم عمه جانمون زینب خیلی تلاش میکرد که بره مدافع حرم بشه. چندین بار اقدام کرد ولی جلوشو گرفتن. گفتن ما تو همین لشکر 25 کربلا به شما نیاز داریم. قرار نیست شما برین تو سوریه. ما همینجا بهتون نیاز داریم، شما اینجا بمونید. چندین بار رفت اسم نوشت ولی اسمشو خط زدن. بار آخر که رفت اسم بنویسه قسمشون میده که شما رو به حضرت زینب قسم این بار دیگه اسممو خط نزنین. من هر طور شده من باید برم. باور میکنی که موقعی که میخواست بره سوریه من نبودم؟ تو کربلا بودم. اربعین بودم، ما را فرستاد کربلا. ما رفتیم کربلا. تو کاروان پیاده روی ظاهرین ابو عبدالله حسین شرکت کردیم. تو اربعین سال 94 رفتیم. ما که رسیدیم به کربلا، اسماعیل هم دیگه بعد از ما حرکت کرد و رسید به سوریه دیگه، پیوست به جبهه مقاومت. اسماعیل در 11 آذر 1394 اعزام شد و 18 روز بعد هم به شهادت رسید. و این همان تقویمی است که اسماعیل روز اعزامش را علامت زده است. و البته روز شهادتش را هم. داداشم قبل شهادتش تاریخ شهادتش رو میدونست. یه تقویم دیواری خونهش داشت، روزایی که میگذشت روشو خط میزد. روز 11 آذر که روز اعزامش بود اونم خط میزنه و دور 29 آذر هم یه مربع میکشه که ما بعد رفتنش دیگه به این تقویم توجه نمی کنیم.
یه مدت بعد که میایم تقویم رو میبینیم متوجه میشیم که دور 29 آذر یه مربع کشیده. سرکار سبایی که ساده سه یا سوانیم چور اینجوری سرکار جو بین بو اول امی در وره ما در بوز که تک در مامان خونه داری که من آره برو بسه چیه امو در بوز کردو در خسته نوی خوری سلامتی مریض نگو کدوم نو خورم امو خیلی خنه دلو امو میپار بلند کردو میپار بوز کردو کدوم اسمایی توی چه این کار کنی بعد اول بنه برم بهشت بعدم برم نهار بهش زیر پای مادره اول بهش برم بعدم برم نار اسمایل من از زیاد دوست داشته اسمه جان بیاردن و بنه کفن باز اگردم و بنه اسمه جان حالا چند ماده دیگه من تره ندیم و بنه کچکشن و بنه اون موقع تو سریکار جایی میی میپار خشتایی الان من تی خسلینگ خشتیم که تلافی اگنم الان من انه بنه تی پار خشتیم که تو تلافی اگنم اون موقع تو دایی تیلی خسته هسته من تیلی پار خشتیم تا تی تلافی اگنم جنگ که می شود خیلی چیزها به هم می ریزد، اما قول و قرارها حساب و کتاب خودشان را دارند، مثل قرار پدر دختری. من دخترم، دختری بر فراز آسمان ها که دنبال پدر خیش می گردد. من نرگسم، نرگسی که هر لحظه حسرت آغوش پدر را در دل کوچک دارد. بابای آسمانیم، بابای عزیزتر از جانم. بابا، چه واژه زیبا و غریبی است برای من. برای منی که محرومم از آغوشش. برای منی که فرزند شهیدم. برای منی که کل خاطراتم از بابا ختم می شود به چند عکس. یک لباس رزم خونی و پاره شده با خونپاره، یک پلاک و یک سنگی که قبل از اسم بابا نوشته شده است شهید مدافع حرم. روز اول مدرسه بود، میخواستیم بریم مدرسه. بعد من تنها دختر شهید مدافع حرم این محلم. عکاسا اینا اومده بودن چون روز اول مدرسه بود، میخواستن ازم عکس بگیرن. قبل از اینکه بریم مدرسه همه دخترها، همه همکلاسیام اینا با پدرشون اومده بودن. منم میخواستم برم قبل از اینکه بریم مدرسه، خودم گفتم بریم سر مزار بابا. رفتیم اونجا و من یه سی بهم گفتش برو باباتو بغل کن. رفتم که بغلش کردم و اون لحظه هم ازم عکس گرفتن. در این سالها از این دست تصاویر بسیار منتشر شده است. شهدای مدافع حرم غالبا جوانند و بچه های کوچک دارند. شاید به همین دلیل تصاویری اینچنین برای من عادی شده است. وقتی چیزی عادی می شود هم کمتر به چشم می آید. درست همان اتفاقی که نباید رخ دهد. راز این که در شبانه روز لااقل 10 بار شهادتین می گوییم و ایمان تازه می کنیم هم این است که مسلمانی برای من عادی نشود. موسیقی
پس از شهادت اسماعیل خانواده او میهمان حاج قاسم می شوند. نرگس از سردار تقاضا می کند به دیدار رهبر بروند. حاج قاسم هم قول می دهد و هم پای حرفش می ایستد. اومدم پیش من نشستم و من گفتن خواستت چیه؟ من گفتم فقط میخوام برم پیش رهبر و هیچ خواسته دیگه ندارم. و این گفت و حاج قاسم گفتم قبل از ماه رمضان شما رو میبریم و قبل 10 روز بعدش ما رو بردن. اینم کلیپش. دوم اسفند 97 بود. 13 روز گذشت، شد 15 اسفند 97. برای من زنگ زدن. الو، بله، بفرمایید. پدر شهید خانزاده؟ بفرمایید، در خدمتم جان. شما 22 اسفند هفته بعد نهار مهمان مقام معظم رهبری هستین. بعد نرگس خیلی خوشحال بود از این که میخواست بره پیش آقا. بهش گفتم نرگس یه خبر خوب دارم برات، و قبل از این که تو بگی من خودم میدونم. میخوام بریم پیش آقا. بالاخره من به آرزوی خودم رسیدم. بعد 3 سال میخوام برم پیش آقا، آقا رو ببینم. بعد از 10 روز رفتیم پیش آقا. موقع ظهر حضرت آقا تشریف آوردن. ای که جان من به فدایش باشد، جان من فدای آقای من. عشق شوق دیگر راه هم نداد. نماز ظهر و عصر را به امامت حضرت آقا خوندیم و بعد از آنی که نماز ظهر و عصر خونده شد، حضرت آقا نشست و ما هم همینطور دور صندلی گذاشتن و من بالای صندلی نشستم و چند تا از خانواده‌های شهدای مدافعان حرم دیگری هم حضور داشتند، از خوزستان و از کرج و از این جاها حضور داشتن عزیزان. وان آقا جان ما بریم اسماعیل جان مارم. من عط اسماعیل داشتم، فدای انقلاب کردم، فدای رهبر کردم. عط ریکام دام و مهدی دام و مریض اقی وی هم سالم بی بو فدای انقلاب و فدای رهبر کردم، چون که وی مریض نتون را بوری. بعد آقا جان گفت خب از شهیدت بگو. گفتم شهید اسماعیل خانزاده روز شهادت خودش رو خودش میدانست. در منزل خودش یک تقویم دیواری داشت. دور 29 آذر که روز شهادتش بود دورش را خط کشید. از قبل خط کشید دورش. مطلبی که میخوام به عرض حضرت آقا برسونم، در لای کتابش 80 روز بعد از شهادتش یک نوشته ای گرفتن که در اینجا به چاپ و اگر رخصت بفرمایید تقدیم بود. بله، لطف کنید. گفت خدایا اگر خلق تو نمیدانند، تو میدانی که من در سال 1381 هجری شمسی در شب 11 ماه مبارک رمضان توفیق ملاقات با حضرت حجت الاسد امام زمان را داشتم. در فصل نامش فقط به شهادت تکیه کردم. خدایا خستم، شکستم، دیگر آرزویی ندارم جز شهادت. از عالم و عالمیان میمیرم، به سوی تو میآیم. تو مرا در رحمت خود سکنا ده. در بخش دیگری از وصیت نامش متذکر شدم، تا زمانی که زیر چتر این علمدان انقلاب رهبر معظم انقلاب هستیم، پرچم ما در جهان برافراشته است و اگر خدای ناکرده ذره‌ای با ولایت فاصله ببینیم، نمی‌گویم شکست، نابودی ما پرویست. خیلی از قول و قرارها در همین زندگی‌های عادی به هم می‌ریزند.
مثلا همین قرار عادی نشدن داستان آدم‌های شبیه اسماعیل. قول و قرارها در این عالم حساب و کتاب خودشان را دارند، مثل اینکه هر سلامی جوابی واجب دارد و اینکه امام معصوم هم سلامت را می‌شنود و هم قول و قرارت را می‌داند. مهم آدم‌های پای این قول و قرارهاست، درست مثل اسماعیل و قرارش با حضرت حجت مهدی موعود.